Dastur Zabon Almani, die deutsche Grammatik, Hurufrabt, Konjunktion, Bachsche, Dovum. دوستان این ویدیو هم در رابطه با حروف ربط صحبت کردیم اما بعضی از حروف ربط دیگی رو براتون در نظر گرفتیم و ببینیم که هم چطور در جمله استفاده میشه معناهایش چی هست و چی ضرورت داره که باید در هنگام استفاده در جمله در نظر داشته باشیم اما مثل همیشه ما میخواییم که باز هم یک بار مرور بکنیم اجزای کلامه که ورد آرتن با دویچ گفته میشه با دو دسته تقسیم بندی شده که عبارت از فلکتیه بار اجزای کلامی که قابل انعطاف می باشن و نیشت فلکتیه بار و اجزای کلامی که قابل انعطاف نمی باشن او اجزای کلامی که قابل انعطاف هستن عبارت از واژه های عددی یا زال ورته اسم نومن حرف تعریف آرتیکل زمیر پرونومن صفت ادیکتیو و فعل ورب می باشه که انعطاف میشن قابل انعطاف هستن و اجزای کلامی که قابل انعطاف نیستن عبارت از حرف ربط یا کنیونکسیون حرف ندا انتریکسیون حرف اضافه پریپوزیسیون و قید یا ادورب می باشه ما شما در رابطه با واژه های عددی زیاد صحبت کردیم یک ویدئویی که بخش اول ازی بوده که لینک شده پایین براتون میمونم هم صحبت کردیم آل بخش دوم حروف ربط یا کنیونکسیون میباشه حرف ربط ما شما با دویچ کنیونکسیون میگیم دی کنیونکسیون و حالت جمعش باز میتونیم بگیم حروف ربط یا Konjunktionen, die Konjunktionen. Konjunktionen, die wir in diesem Video gegriffen haben, sind als denn, außer und sondern. Die Herzen in Huruf Rabt, قبل از او باید ما کامه را در جمله باید استفاده کنیم به امرشان مثل ابا و مثل دخ که در ویدیو قبلی خواندیم پس شروع میکنیم حرف ربط اولی ما عبارت از دن میباشه دن دن به معنای زیرا به معنای چون به معنای بخاطر که و اگر این رو بخواییم در جملات استفاده کنیم به این شکل میتونیم استفاده کرد من ساندویچ میخورم چون گرسنه هستم ایش اسه Ein Sandwich, denn ich habe Hunger. Ich esse ein Sandwich, denn ich habe Hunger. مثال خوب دیگه ما ماریا آلمانی را یاد میگیرد زیرا در برلین زندگی میکند. Maria lernt Deutsch, denn sie lebt in Berlin. Maria lernt Deutsch, denn sie lebt in Berlin. یک مثال دیگه هم باید زیاد درس بخونم چون فردا امتحان دارم. Ich muss viel lernen, denn morgen habe ich eine Prüfung. Ich muss viel lernen, denn morgen habe ich eine Prüfung. و حرف ربط بعدی ما عبارت از زندن می باشه به معنی بلکه و اگر بخواسته باشیم که ایره در جمله استفاده کنیم زندن ایجا خوب می فهمیم که ما شما ایغا تلفظ می کنیم از او خطر زندن باید گفته شوه و یکی مثلا حروف ترکیبی چه رقم در واژه ها و نوشته و تلفظ میشن ویدیوهایش ما در پایین از این ویدیو لینکش براتون ماندیم شما میتونین استفاده کنین او مرا دوست ندارد بلکه سمیر را دوست دارد زی لیبت میش نیشت زندن
Semir. Sie liebt mich nicht, sondern Samir. یک مثال خوب دیگه فیصل کیک نمیخواهد بلکه آیس کریم میخواهد. فیصل ول کاینن کوخن زندن این آیس. فیصل ول کاینن کوخن زندن آیس. ما متوجه شدم که ول باید نگویم ول باید بگویم ول. فیصل ول کاینن کوخن sondern ein Eis. Bale. Beim Misal digimo, man tohfa ra baraye khodam nemi kharam, balki baraye madaram mi kharam. Ich kaufe das Geschenk nicht für mich, sondern für meine Mutter. Ich kaufe das Geschenk nicht für mich, sondern für meine Mutter. و حرف ربط بعدی ما اوسا که بسیار زیاد جالب است این هم و معنیش بجز است بجز مثلا چطور؟ دیگه هم اگه متوجه شدین اوسر نشته شده بلکه اوسا خوانده میشه چون که ایغ آواز ار میده از خاطر ما شما اوسا میگیم اوسا خب مثال من هر روز قهوه می نوشم بجز یک شنبه ها. Ich trinke jeden Tag Kaffee, außer Sonntags. Ich trinke jeden Tag Kaffee, außer Sonntags. شما می بینین که اوسه هم مانند زندن، مانند آبه، مانند دخ، مانند دن، کاما قبل از او چی کردیم؟ استفاده کردیم برای اوسه هم در این قسمت. Ich trinke jeden Tag Kaffee außer Sonntags. من همیشه خوش دارم مسافرت کنم بجز زمستان. Ich immer gerne reisen. Ich immer gerne reisen. Außer im Winter. Ich immer gerne reisen, außer im Winter. من همیشه مسافرت خوش دارم بجز از زمستان. دوستان یک موضوع رو باید در نظر بگیریم که reisen در اینجا حرف اولش کلان نشته میشه چون که به معنای مسافرت میباشه و مسافرت اسم است. تشکر. و مثال بعدی من همه سبزیجات را خریداری میکنم بجز زردک. بجز زردک. Ich kaufe alle Gemüse außer Karotte. Ich kaufe alle Gemüse außer Karotte. و نگفتن همونه که این حروف ربط دارم که ما دیدیم و مشاهده کردیم و یاد گرفتیم مانند حروف ربط قبلی در موقعیت صفر استفاده میشه و جملاتی که فاعل داشته میباشه باید فعل در موقعیت دوم فاعل در موقعیت اول و این در موقعیت صفر استفاده میشه که قبل از این باید ما شما طور که یادآور شدم کاما استفاده میکنیم و در این ویدیو ما شما دیدیم که دن چطور استفاده میشه زندن و اوسر بسیار تشکر از توجهتون خدا کنه ویدیو خوشتون آمده باشه لطفا لایک و سابسکرایب فراموش نکنین و منتظر ویدیوهای بعدی در رابطه با حروف ربط باشین ممنونتون دنکن